سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. تصور کنید که یک زنی و تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی زندگی میکنید. تصور کنید که یک فعال کارگری هستین و تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی زندگی میکنید. تصور کنید که یک روزنامه نگارید. تصور کنید که یک وکیل هستید. تصور بکنید که یک کودک هستید. تصور بکنید که میخواهید تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نفس بکشید و از حقوق اولیه انسانی روبرو باشید، برخوردار باشید. ثمرهتون در تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی زندان، اعدام، شلاق، نابرابری. تصور بکنید که تحت حاکمیت طالبان، تحت حاکمیت اسلام سیاسی در افغانستان زندگی می کنید و به عنوان یک انسان که شایسته یک زندگی انسانی هستید از کمترین حقوق در این جامعه برخوردار نیستید. به عنوان یک زن بر صورتتون اسید می پاشند، به عنوان یک زن شلاق بر بدنتون می زنند و به عنوان یک زن از کوچکترین حق انسانی در اون کشور در واقع محرومید. تصور بکنید که در سوریه زندگی میکنید، تحت حاکمیت رژیم بشار اسد، تحت حاکمیت رژیمی که در تقابل با تروریسم دول غربی، تحت حاکمیتی که در تقابل روسیه، اسلام سیاسی، امریکا زندگی بسیار فجیع رو برای شما در اون جامعه رقم زدن. تصور بکنید در دنیای زندگی میکنید که تقابل اسلام سیاسی و تروریسم دولتی مجبورتون میکنه که محل زندگی خودتون رو ترک بکنید و به کشوری برید که نمیدونید در اون کشور از چه حقوقی برخوردار هستید. این سرنوشت پناهجویان، سرنوشت مهاجرین، سرنوشت کسانی است که در کشورهای مختلف آواره و سرگردان هستند برای یک زندگی بهتر. به خصوص در خاورمیانه ما با پناهجویان و کسایی که از ایران، از افغانستان، از سوریه، از عراق خودشون رو به ترکیه میرسونن به عنوان اینکه ترکیه میتونه برایشون به عنوان یک روزنه برای اونها باشه و اونها رو به بهشت کذایی برسونه و ترکیه به عنوان یک جهنم برایشون بدل میشه و زندگیشون رو هر روز در خطر رقم میزنه. ما در آستانه روز مهاجرین هستیم و اینجا جا داره به همه مهاجرین بگیم که شایسته یک زندگی انسانی هم و هممون دست در دست هم و در کنار مهاجرین تلاش بکنیم تا یک زندگی انسانی رو که شایسته هر انسان، شایسته هر کسی که در هر کجا به دنیا اومده هست میباشد رقم بزنیم. در برنامه امروز رو در رو ما با آقای علی میرحیدری، یکی از ژورنالیستا و روزنامه‌نگاران و از فعالین اجتماعی و مدنی هستیم که همکنون در ترکیه هستند، در ارتباط با وضعیت پناهجویان در ترکیه و همچنین خطراتی که بر بالای سر روزنامه‌نگاران و ژورنالیستای ایرانی در ترکیه سنگینی میکنه و هر لحظه جونشون در خطر هست و اینکه راه حل برون رفت از این برزخ برای پناهجویان در ترکیه چیه و چیکار میشه کرد، نظرات ایشون رو در برنامه امروز رو در رو خواهیم داشت. با سلام به شما آقای میرحیدری گرامی و با تشکر از اینکه بار دیگر در برنامه رو در رو ما با شما هستیم. درود بر شما جناب احمدی عزیز، درود بر بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من و در واقع خیلی عظیمی از پناهجویان گرفتار کشور ترکیه قرار دادین. من نماینده جنبه خصوصی نیستم، اما امروز قصد دارم که از درد و رنج قشر واقعا درد کشیده ای صحبت بکنم که وطن خودش رو از دست داده و در یک کشور در یک شرایط کاملا غیر استیبل گیر کرده و از آینده موهومی برخورداره. خیلی ممنونم از شما که
این فرصت در اختیار بنده گذاشتین، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای میرحیدر عزیز، اگه موافق باشین ما به یک ویدئویی که یکی از پناهجویان در ترکیه که از فعالین دفاع از حقوق پناهجویان در ترکیه هستند نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو با هم خواهیم بود. در خدمتتون هست. خواهش میکنم. با سلام، مرجان حمیدیان هستم، در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنم و دوستانمون در ترکیه کمپینی تحت عنوان من یک بیپناهم رو برای حمایت از پناهندگان ساکن ترکیه راه اندازی کردن. پناهندگان در ترکیه مشکلات بسیار زیادی دارن. یکی از مهمترین مشکلات اونها عدم اجازه کار هست. اونها اجازه کار ندارند و مجبور به انجام کارهای سیاه هستند. کار سخت و سنگین. کارهای کارگری با حداقل دستمزد. دستمزدی که برای کارگران در ترکیه پرداخت میشه، غالبا برای این پناهجو پرداخت نمیشه. در بسیاری از مواقع هم کارفرما حقوق اونها رو کامل پرداخت نمیکنه یا اصلا پرداخت نمیکنه. پناهنده ها حتی نمیتونن شکایت کنن برای گرفتن دستمزدشون. و این بسیار برای اونها زندگی رو سخت کرده. یه زندگی شرافتمندانه با کار امکان پذیره و وقتی اونها نمیتونن کار بکنن، نمیتونن دستمزدی داشته باشن، چطور میتونن خانوادهشون رو تأمین کنن؟ این موضوع بسیار مهمه برای اونها. از طرف دیگه خدمات پزشکی در ترکیه بسیار ضعیفه. در بیمارستان های دولتی یا آموزشی بسیار با بیمهری مواجه میشن پناهنده ها. معمولا توجه بسیار زیادی بهشون نمیشه. من بارها گلایه ها و شکایت ها و درد دل هایی رو شنیدم که فرزندانشون، جنینشون هنگام به دنیا آمدن کور شده، فلج شده، در ناحیه دست، در ناحیه پا و یا حتی فوت شده. آسیب های روحی شدیدی به خانواده ها وارد میشه. مشکلات اقتصادی، نداشتن پول کافی برای گذران امورات زندگی و مسائل دیگه، عدم امنیت و آرامش به دلیل مسائل مختلفی که داخل ترکیه پیش میاد، پناهنده ها رو دچار بیماری های شدید روحی و روانی کرده. اکثرا از مشکل افسردگی و بیماری عصبی رنج میبرن. من شخصا بارها نامه های متعددی رو به مجامع بین المللی فرستادم برای بازرس سازمان ملل در سوئیس. ازشون خواهش کردم بازدیدی داشته باشن، وضعیت پناهندگان رو ببینن، تشریف بیارن اینجا ببینن وضعیت به چه صورته، اما متاسفانه جوابی ندادن و طی اصرار من و خواهش های من، طی نامه های متعدد، در نهایت به من پاسخ دادن که نمیتونن در امور ترکیه دخالت کنن. هدف از این کمپین این هست که صدای پناهندگان رو به دنیا برسونه. به این کمپین بپیوندین، مشکلاتتون رو مطرح کنید. امیدواریم صدای شما در تمام دنیا شنیده بشه. با آرزوی موفقیت برای همه پناهندگان عزیز ساکن ترکیه. آقای میر حیدری گرامی، لطف کنین برامون توضیح بدین قدم به قدم یک کسی که الان وارد ترکیه میشه به عنوان یک پناهجو کجا باید مراجعه کنه و چه اقداماتی رو باید در دستور کارش بذاره. جناب احمدی، تا قبل از سپتامبر 2018 روند پرونده ها به این صورت بود که افرادی که وارد ترکیه می شدن و قصد اعلام پناهجویی داشتن، یعنی قصد تشکیل پرونده پناهجویی داشتن، چون غالب افرادی که وارد ترکیه می شن قصد گرفتن پناهندگی از دولت ترکیه ندارن، به ترکیه به عنوان مقصد موقت نگاه می کنن که بتونن از طریق ترکیه اسکان مجدد بشن در یک کشور سوم و وارد کشورهای درجه یک اروپایی، امریکا، استرالیا و کانادا بشن. روند تا قبل از سپتامبر 2018 به این صورت بود که افراد میومدن میرفتن آنکارا، در آنکارا در دفتر سازمان ملل در UN تشکیل پرونده میدادن، یه مصاحبه ابتدایی میشدن، به اونها شهر داده میشد، تقسیم میشدن بر دربین شهرهای مختلف ترکیه، میرفتن سکونت پیدا میکردن و به اداره پلیس مهاجرت مونشهر که اسلام به ترکی میگن اوچ ادارسی یا پلیس یابانجی اصطلاحا میگن، پلیس خارجی ها، پلیس یابانجی ها، میرفتن اونجا امضا میزدن تا اینکه به هر حال مراحل رسیدگی پروندهشون طی بشه و در نهایت مصاحبه نهایی بشن، کشور بهشون داده بشه و از ترکیه خارج بشن. بعد از سپتامبر 2018 روند به این صورت شد که UN و سازمان ملل عملا خودش رو کنار کشید، به این خاطر که حجم پناهجوها به مرز 4 میلیون رسیده بود
به خاطر جنگ سوریه و عراق دیگه خیلی عظیمی از پناهجویان رو از این دو تا کشور به سمت ترکیه روانه کرد، ظرفیت به حدی در واقع بیش از اندازه پر شده بود که دیگه سازمان ملل گردن نمی گرفت مسئولیت رو، و در واقع مسئولیت رو سپرد به دست پلیس های مهاجرت شهرهای مختلف ترکیه که غالب این پلیس ها در شهرستان های ترکیه ساکن هستند. این خاطر که از یه تاریخی به بعد عملا شهرهای بزرگ ترکیه مثل استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا و شهرهای بزرگ و مطرح ترکیه عملا بسته شد و دیگه میزبان پناهجویان نبود و پناهجویان در بین شهرها و شهرستان های کوچیک پخش شدن و سازماندهی اینها واگذار شد به پلیس مهاجرت این شهرها. از اون تاریخ به بعد عملا کسایی که وارد ترکیه شدن، یعنی حدود 2 سالی که هر کسی که وارد ترکیه میشه تشکیل پرونده رو در واقع میخواد آغاز کنه، مستقیم باید به پلیس مهاجرت مراجعه کنه و در پلیس مهاجرت تشکیل پرونده بده، و این یعنی اینکه عملا هیچ پشتوانه بین المللی دیگه وجود نداره، چه برای کسانی که تا پیش از این سفت سازمان ملل بودن و چه برای کسانی که اخیرا وارد ترکیه شدن. این خاطر که تمام پرونده ها واگذار شده پلیس ترکیه، تاییدی عدم تایید پرونده بر دوش پلیس ترکیه است و هر اتفاقی ممکنه که این وسط برای پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی بیفته و سرنوشت تمام این پناهجویان در واقع در دست اداره مهاجرت ترکیه قرار بده. خب حالا میتونیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم. مطابق آمارایی که در واقع اعلام شده از طرف سازمان ملل، ترکیه با داشتن 307 میلیون نفر مهاجر بزرگترین کشوری هست که به مهاجرین درش دارن زندگی میکنن. یکی از مسائل مهمی که برای همه مطرحه مسئله تأمین معیشته. خب یه پناهجو از به چه طریقی میتونه تأمین معیشت بکنه و چجوری میتونه امورات خودش رو بگذرونه؟ ممنونم از سوال خوبی که پرسیدیم. متوافق فکر کنم عددی که خوندین فکر میکنم یه اشکالی داشت، چون 307 میلیون نیستن، جمعیت کل ترکیه 85 میلیون نفره و 3.7 میلیون نفر، حلوش 4 میلیون نفر. خبر رو البته توی سوشال میدیا منعکس، شاید شما درست بگید، تو سوشال میدیا منعکس شده بود. بفرمایید. مشکلات معیشتی عدیده وجود داره اینجا. به هر حال اجازه کار وجود نداره. مسئله مسکن که بیس زندگی هر انسانی در واقع جهان تلقی میشه، اینجا با مشکل مواجهه. تقریبا از هر 10 تا صابخونه 9 تا صابخونه، 90% صابخونه اصلا علاقه به اجاره دادن خونهشون به خارجی ها ندارن، مخصوصا پناهجوهای ایرانی، سوری و عراقی و افغانی کسانی هستن که در گرفتن مسکن با مشکل مواجهن. بیمه های درمانی ما حلوش 8 ماه 9 ماهی که قطع شده، اون خودش یک بار مالی رو ایجاد میکنه بر دوش کسانی که به هر حال به مشکلات پزشکی روبرو هستن. از یه طرف مسئله اشتغال تا پیش از همگیری ویروس کرونا مشکل بود، بعد از کرونا که دیگه واقعا فاجعه آمیز شده و عملا یک رکود اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی به اضافه کارهای سیاهی که واقعا طاقت فرساز و حقوق آنچنان قابل توجهی هم به نسبت خود نیروهای ترک و نیروهای شهروند ترکیه قاعدتا نداریم و اینجا کمتر از اونها میگیریم و بیشتر از اونها کار میکنیم و عملا شرایط معیشتی بسیار سخته و اینجا مشکلات عدیده ای گریبانگیر پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی رو گرفته. از یه طرف یک بنبست حقوقی برای بچه ها وجود داره که هیچ آینده روشنی رو در روبروی خودشون نمیبینن، از یک طرف زندگی در اینجا براشون مشکله، و از طرف دیگه قشر قابل توجهی از این پناهجویان کسانی هستن که قابل برگشت به ایران نیستن. به هر حال متاسفانه این واقعیت وجود داره که تعدادی از درصدی از پناهجویان ایرانی کسانی هستند که واقعا توی ایران مشکل حقوقی و مشکل سیاسی و مشکل امنیتی متوجهشون نبوده و اینها مهاجرین اقتصادی هستند، کسانی هستند که در ایران مشکل معیشتی داشتن، مشکل کار داشتن و برای در واقع معیشت بهتر و زندگی بهتر هم به این نوع مهاجرت دادن و اینا به راحتی هر زمان که بخوان و اینجا فشار بهشون بیاد میتونن خروج بگیرن، اصطلاحاً به ترکی میگن چیکیش بگیرن و بعد میتونن به ایران. اما روزنامه نگاران که امروز فکر میکنم قراره که راجبش صحبت بکنیم، کسانی هستن که دارن علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، کنشگران سیاسی و فعالین مدنی، اما کسانی هستن که واقعا مشکل دارن و نمیتونن برگردن ایران. یعنی
کیس ها کیس های حقیقی، مشکلات واقعی، و برگشتن اونها به ایران در واقع به معنی دستگیری اونها و مجازات سنگین برای اونها است. خب آقای میرحیدر، تصور بکنیم که یک خانواده که فرزندم داشته باشن، میخواستم ببینم که چه امکانات آموزشی در ارتباط با فرزندان خانواده و در ارتباط با پناهجویان مطرح هست توی ترکیه، و بعد اینکه یکی از مهمترین مواردی که توی روابط خانوادگی تأثیر میذاره مسئله اقتصادیه، و همچنین مسئله اینکه آینده ناروشن و این میتونه خشونت و یا اختلاف بین خانواده رو دامن بزنه و همچنین از نظر روحی هم میتونه روی خانواده تأثیر بذاره. میخواستم ببینم که چه امکاناتی از نظر کانسلینگ و هم در اختیار خانواده میتونه قرار بگیره، و همچنین اگه خانواده و زن قربانی خشونت پارتنرش باشه به کجا میتونه رجوع بکنه؟ در اینجا یک نهادی وجود داره به اسم نهاد آسام. نهاد آسام یک نهاد حمایتی از پناهجوها که یه سری خدمات مثل خدمات حقوقی، خدمات ترجمه ارائه میده و مشاوره های مختلفی از جمله مشاوره در رابطه با مسئله خانواده و مسئله زنان در این نهاد وجود داره، اما به هر حال امکاناتش محدوده، زمانهایی که اختصاص داده میشه محدوده، بعد وقت قبلی گرفته بشه به اون صورت نیستش که به صورت تمام وقت افراد بتونن استفاده کنن، و یک پروسه اداری لازمه که افراد بتونن از امکانات حقوقی و حمایتی این نهاد استفاده بکنن. مسئله آموزش، خوب اینجا مدارس دولتی و غیر دولتی وجود داره. با توجه به شرایط اقتصادی که اینجا بودن، قاعدتا اکثریت اونها فرزندانشون رو به مدارس دولتی میفرستن که تقریبا هزینه از اونها گرفته نمیشه، به دانشگاه میتونن وارد بشن، کنکور خود کشور ترکیه و نظام آموزشی ترکیه رو باید بدن، و یک درصد تخفیفی بر روی شهریه دانشجویان پناهجو اختصاص داده میشه. این امکانات وجود داره، اما مسئله مهمی که در اینجا افراد درگیرش هستن عدم وجود یک پلن و برنامه مشخص برای زندگیشون، یعنی چون به نیت یک مقصد کوتاه مدت به ترکیه اومدن، در اینجا هیچ برنامه‌ریزی بلند مدتی نمیتونن روی زندگیشون داشته باشن و عملا یک آینده روشنی رو نمیتونن برای خودشون و فرزندانشون تصور کنن، چون به اینجا به چشم مقصد نهایی نگاه نکرده. شما وقتی به یک در واقع محل زندگی و به یک لوکیشن به چشم خونه خودت نگاه نکنی، نمیتونی برای بیزینست یک برنامه بلند مدت بچینی، نمیتونی برای آینده خودت و فرزندانت یک برنامه رو در نظر بگیری که رشد و توسعه و پیشرفت خودت و خانوادت در اونجا تعریف بشه. به همین خاطر این شرایط برزخی که در اینجا وجود داره بیشتر از هر چیز دیگری بچه‌ها اینجا رو آزار میده. یک بیقراری مدام اینجا وجود داره بین تمام بچه‌ها. یه سریاشون مدام به فکر این هستن که پولی جور کنن و به قاچاقبر بدن و به صورت غیرقانونی از مرزهای غربی ترکیه خارج بشن، از طریق دریای اژه به یونان برسن، یا از طریق مرز ادیرنه از طریق مرزهای خاکی خودشون رو به یونان یا بلغارستان برسونن که خودشون به دروازه های ورود به اروپا در واقع نزدیک بکنن. از طرف یه عده خسته میشن و همونطور که گفتم از اونجایی که کیسشون متاسفانه حقیقی نیست و اینجا به دروغ خودشون رو در خطر معرفی کردن، خسته میشن و خروج میگیرن و به ایران برمیگردن، و متاسفانه این کار باعث میشه که لطمه بخوره به پرونده دیگر ایرانی هایی که اینجا هستن، چون پلیس ترکیه این سوال از همه ما میپرسه که چطور شما با مشکل مواجهین که مثلا ماهی داره 1000 نفر 2000 نفر از هموطنان شما خروج میگیرن و به ایران برمیگردن، شما چه جور پناهجویی هستین که میگین ما مشکل داریم، مسئله داریم، و به راحتی به صورت ماهیانه چند صد نفر از شما دارن به ایران برمیگردن. متاسفانه این لطمه میزنه که البته نمیشه این افراد رو مورد بازخواست قرار داد، نمیشه به دیده محکومیت به این افراد نگاه کرد، چون تمام این افراد قربانی یک سیستم فاشیستی هستن که در ایران حکومت داره و معیشت رو بر مردم ایران تنگ کرده، اقتصاد و فرصت کار رو از جوانها گرفته، و این مهاجرت نامتعارف که تحت عنوان پناهندگی اتفاق میفته که توامان با یک سری دروغ‌ها همراهه، حاصل همون سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این افراد رو بازخواست کنیم. ولی متاسفانه بر اساس اون پروتکلی که سازمان ملل تعیین کرده، بر اساس اون ساختاری که در واقع پناهجوها باید در اون ساختار سازماندهی بشن، این افراد در نهایت به عنوان دروغگو تلقی میشن
و در نهایت روند فعالیت اینا لطمه میزنه به دیگر پناهجویانی که واقعا اینجا مشکل دارن با مسائل عدیده دست به گریبان هستن و نمیتونن ایران برگردن. اون افراد میان به این افراد لطمه میزنن. متاسفانه این مسائل وجود داره. بله، در ارتباط با پناهنده های سیاسی یه مقدار صحبت بکنیم و مسئله دیپورت که میبینیم که علی رغم اینکه کیس سیاسی قوی از طرف فعالین کارگری، فعالین جنبش های اجتماعی به ترکیه ارائه میشه با دیپورت روبرو میشن. ما اخیرا با یکی از مواردی روبرو بودیم که 33 پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه من جمله عادل بهرامی علیرغم کیس سیاسیشون به ایران دپورت شدن که خطر جانی میتونه داشته باشه. میخواستم در ارتباط با کیس های دیپورتی و اینکه دیپورت به چه شکلی است توی ترکیه یه مدار توضیح بدم. همطور که فرمودین عادل بهرامی و 33 پناهجو دیگه در دی ماه 98 در واقع در آستان قرار گرفت و در نهایت تحلیل از اون مرز خوزازون خواهد شد و آخری که ما داریم ایشون زندانی هستند و بسیاری از فعالیت در طی سالیان گذشته تحویل مراجع قضایی ایران داده شدن، دیپورت شدن و در زندانهای مرزی، زندان خوی، زندان ارومیه و زندانهای دیگر در واقع گرفتار شدن و در نهایت به دام نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی در اومدن. مسئله که وجود داره پس از دیماه 96 به آبان 98 در طی این حدود 3 سال گذشته موج بیشتری از پناهجویان سیاسی و روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و سیاسی وارد ترکیه شدند، کسانی که یا در کمپین‌های اجتماعی مثل کمپین‌های نه به حجاب اجباری شرکت داشتن، فعالین فمینیستی و افراد خیلی زیادی که اگه بخوایم واقعا ازشون اسم ببریم یک لیست بلند بالایی رو باید در واقع بگیم در این برنامه که واقعا از وقت این برنامه خارجه، اما تعداد بسیاری از اینها در حال حاضر در ترکیه ساکن هستند و شرایط بسیار بسیار خطرناکی دارن. اون وقتی نگاه کنیم به سابقه حضور نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ترکیه کاملا به این نتیجه می‌رسیم که موقعیت برای این افراد در ترکیه واقعا خطرناکه. مسعود مولوی رو پارسال در استانبول ترور کردن. مسعود مولوی که حالا یه سری ارتباطات با نهادهای امنیتی داخل ایران داشت، اما داشت اینجا به عنوان روزنامه‌نگار کانال جعبه سیاه خودش رو در تلگرام را انداخته بود و داشت فعالیت ژورنالیستی می‌کرد که در استانبول کشته شد. سعید کریمیان مدیر شبکه جیم در ترکیه چند سال پیش کشته شد. آقای جمال حسینی که فکر می‌کنم یکی از مظلوم‌ترین افراد در این میانه، جمال حسینی مدیر وبسایت هرانا که به صورت خیلی اختصاصی برای مسئله حقوق بشر داشت فعالیت می‌کرد، در سال 2014 در شهر نوشهر ترکیه به طرز مشکوکی در منزل خودش کشته شد و اتفاقا به این خاطر بود که 9 سال در ترکیه نگه داشته شد. یعنی 2005 آقای جمال حسینی به ترکیه میشه، تشکیل پرونده میده، قبولی سازمان ملل رو میگیره آقای جمال، زنده یاد جمال حسینی، و کشور سوئد و کشور کانادا ایشون رو نمیپذیرن و دو بار در سفارت این دو تا کشور رد میشه و امکان خروجش از ترکیه ازش گرفته میشه و در نهایت در شهر خودش در نوشهیر، یکی از شهرستانهای ترکیه، به قتل میرسه. به یقین میشه گفت به قتل میرسه با توجه به شواهدی که در منزل ایشون همکاران ایشون پیدا کردن. هیچ وقت البته قتل ایشون توسط نهادهای قضایی ترکیه ثابت نشد، اما بسیار مشکوک بود. شرایط بسیار خطرناکه برای فعالین، کنشگران سیاسی، کنشگران مدنی و فعالین رسانه‌ای، ژورنالیست‌ها. من اینجا کاریکاتوریست هایی رو میشناسم که با رسانه های درجه یک فارسی زبان خارج از ترکیه همکاری دارن و دارن در ترکیه زندگی میکنن و کاریکاتورهای بسیار رادیکالی علیه جمهوری اسلامی، علیه سیاست های مذهبی میکشن که حتی ممکن از طرف خود دولت ترکیه تهدید بشه. و به همین خاطر من فکر میکنم یک نیاز بسیار بسیار مهمی وجود داره در شرایطی که سازمان ملل ما رو رها کرده، پلیس ترکیه رسیدگی چندانی نمیکنه و عملا خیلی قابل اعتماد نیست در این زمینه به خاطر ارتباط نزدیک دولت ترکیه و دولت ایران از نظر سیاسی داره، و به خاطر ورود بدون ویزا مامورین اطلاعاتی ایران به ترکیه، عملا ترکیه حیات خلوت جمهوری اسلامی به حساب میاد. به یک نیاز بسیار مهمی در این وسط احساس میشه که تمام فعالین رسانه‌ای و کنشگران مدنی و کنشگران سیاسی که در ترکیه ساکن هستند در وهله اول از نظر آماری سازماندهی بشن. این کمترین درخواستیه که ما اینجا داریم.
یعنی ما را از نظر آماری باید سازماندهی بکنن تمام این نهادهای حقوق بشری که ادعا میکنن دارن از حقوق انسان ها و حقوق اولیه انسان ها دفاع میکنن، نمیدونم منتظر چی هستن. منتظر این هستن که عادل بهرامی و 33 پناهجوی دیگه تحویل مراجع ایران داده بشن، اینا وارد زندان های ایران بشن تا تازه این نهادها دست به کار بشن و برای اینها یک نامه ای بزنن، یک خبری بزنن. من نمیدونم منتظر چی هستن، تا پیش از اینکه این بچه ها تحویل مراجع ایران داده بشن، تا پیش از اینکه این افراد در ترکیه مورد تهدید واقع بشن، وظیفه نهادهای حقوق بشری اینه که به ما رسیدگی کنن. وظیفه‌شون، من خواهش نمی‌کنم، من درخواست نمی‌کنم، من دارم وظیفه این نهادها رو بهشون یادآوری می‌کنم. وظیفه‌شونه که بیان و ما رو نظر عمومی سازماندهی بکنن. حداقل کاری که باید برای ما انجام بدن اینه که ما از نظر عمومی بگن آقا مثلا فرضاً 200 تا فعال سیاسی، کنشگر مدنی، کنشگر رسانه‌ای در ترکیه ساکنه، این پروفایلشونه. برای نظر امنیتی اطلاعات ما رو بکنن به طور کامل رسانه ای نکنن، فقط برای هر کدوم از ما پروفایل تشکیل بدن و ما رو به رسمیت بشناسن و در واقع ما حداقل بدونیم از نظر آماری به یک جا پشتمون گرمه و اگر اینجا اتفاقی برای ما افتاد و اگر تهدید متوجه ما شد، ما میتونیم از طریق یک نهاد پیگیری کنیم و بگیم که آقا ما اینجا وضعیتمون به این صورت. این کمترین درخواستیه که فعالین رسانه‌ای و کنشگران سیاسی ساکن ترکیه دارن. به نکته مهمی اشاره کردیم، به اقدامات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی در ترکیه و اینکه عملا فعالین سیاسی اجتماعی و روزنامه‌نگاران و ژورنالیستایی که در ترکیه دارن فعالیت میکنن جونشون در خطره و از کمترین امنیت در ترکیه برخوردار هستن. به دنبال این مسئله جا داره اشاره بکنیم که سازمان گزارشگران بیمرز عملا نسبت به وضعیت روزنامه نگاران و ژورنالیستا در ترکیه اظهار نگرانی کرده و طی نامه سرگشاده ای که مطرح کردن خواهان این شدن که نظرات افکار بین المللی و مجامع بین المللی رو جلب بکنن در ارتباط با امنیت روزنامه نگارانی که در ترکیه هستند. و جا در اینجا اشاره بکنیم ترکیه در کنار ایران یکی از کشورهایی است که بزرگترین اقدامات رو تروریستی رو و بر علیه روزنامه‌نگاران خودشون در واقع در این کشورها صورت میگیره و کمترین امنیتی برای اونها فراهم نیست. اینجا جا داره ما به یه ویدیو کلیپی که در ارتباط با ترور سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی هست نگاهی بیاندازیم و بعد برمیگردیم به استودیو مصاحبهمون رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید. Sarıyer'de lüks bir araca düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olay Maslakaya Caddesi Levent Sapağ üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cipten inen çarşaflı iki kişi lüks bir otomobilin önünü kesti. Saldırganlar araçta bulunan İran uyruklu iki kişiye kurşunu yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıslardan biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken saldırganların kullandığı iddia edilen cipset Motoyolu Kemerburgaz kavşağında yanmış halde bulundu. Polis kaçan... آقای میرحیدری، به عنوان سوال آخر وضعیت تشکل یابی در بین پناهجویان در ترکیه به چه شکلی و فکر میکنیم که نهادهای بین المللی و نهادهای مدافع پناهندگان مهاجرین در ارتباط با وضعیت پناهجویان در ترکیه چه اقداماتی رو میتونن صورت بفرمایید؟ من فکر میکنم موفقیت آمیز نبوده. تلاش های بسیار زیادی انجام شده. کمپین ها، نهاد ها، انجمن های صنفی مستقلی در شهرهای مختلف ترکیه توسط پناهجویان ایرانی تشکیل شده. اخیرا همین چند روز پیش من شنیدم که انجمن همبستگی پناهجویان ایرانی تشکیل شد. خیلی خیلی زیاده این انجمن ها، اما
متاسفانه به جرأت میشه گفتش که تمامی این انجمن ها فعالیتاشون با شکست مواجه شده. دلیلش اینه که معمولا به صورت در واقع جهتدار افراد در این انجمن ها سازماندهی میشن، مخصوصا مربوط یعنی انجمن هایی که مربوط به کنشگران سیاسی و رسانه‌ایه، متاسفانه با توجه به خط مشی سیاسی افراد یک فیلتری گذاشته میشه و بچه‌هایی که به همدیگه از نظر عقیدتی نزدیکترن با همدیگه یک لیست تشکیل میدن، یک انجمن تشکیل میدن و از طریق اون جمع محدود خودشون میخوان اقدام بکنن. به عنوان مثال کسایی که طرفدار نظام پادشاهی هستن، نظام مشروطه سلطنتی هستن، در کنار هم جمع میشن یک لیستی تهیه میکنن و این لیست رو مثلا برای سازمان ملل یا برای گزارش کردن بدون مرز میفرستن. کسایی که گرایشات چپ دارن، گرایشات کمونیستی دارن، از اون افراد فاصله میگیرن. کردهایی که هستن، فعالین کردی که هستن، عملا توسط نهادهای دیگه شاید اصلا راه داده نشن و این بحرانی که وجود داره یکی از دلایلش همین عدم اتحادیه که در بین ایرانی های اینجا ما مشاهده میکنیم. به همین خاطر من فکر میکنم نیاز بسیار بسیار مبرمی وجود داره که یک نهاد حقوق بشری بین المللی که هم اعتبار جهانی داره، هم قابل اعتماد در نظر اینکه اطلاعات افراد بشه بهش در واقع ارسال بشه، بیاد و به عنوان یک نهاد مرجع فارغ از هر طرز فکر و گرایش سیاسی و گرایش عقیدتی بیاد این افراد رو در کنار هم سازماندهی بکنه. و من فکر میکنم راه برون رفت از این مشکل همینه که مثلا مثال میزنم یک نهاد مثل عفو بین الملل، نمیدونم چقدر بچه های عفو بین الملل راغب هستن که این کار رو انجام بدن، اما مثلا عفو بین الملل اگر بیاد و ورود کنه به این مسئله، یک پلتفرم رو تشکیل بده و فارغ از اینکه این فرد کمونیسته، مشروطه خواه، طرفدار نظام سرمایه داریه، نمیدونم کرد استقلال طلبه، یا از هر شاخه به خصوصی اگر هست، فارغ از هر اتفاقی بیاد این افراد رو جمع بکنه. رابطه خود پناهجویان که از کشورهای مختلف اومدن با یک دیگه به چه شکلیه؟ فکر میکنین آیا امکان این که بر صورت مسائلی که یک پناهجو داره مستقل از این که چه کشوری اومده و یا چه گرایش سیاسی داره عملا یه مسئله واحده، آیا امکان این که پناهجویانی که از کشورهای مختلف هستن یک تشکل معین و واحدی رو شکل بدن، آیا فکر میکنین عملی نیست؟ این تلاش هم انجام شد حلوش، من فکر کنم یک سال و نیم پیش کاروان رو افتاد به اسم کاروان امید و متحد بکنم و اینا برن و از مرز ترکیه خارج بشن که با شکست مواجه شد. بسیار از اونها الان در آستانه دیپورت قرار دارن و عملا اتحاد این افراد در کنار یک دیگه به نوعی اصلا از نظر حقوقی و از نظر قانونی ممکنه در ترکیه براشون مشکل ایجاد بکنه، چون یکی از امضاهایی که ما اینجا در واقع قبل از تشکیل پرونده همه بچه ها دادن به دولت ترکیه اینه که در واقع تعهد دادن که هر گونه تجمع و هر گونه حرکت گروهی رو در واقع انجام ندن و این واقعا با مشکل روبرویه و یک نیاز بسیار مهمی احساس میشه که یک سازمان خارج از ترکیه ورود کنه به این مسئله و بتونه این بچه ها رو در کنار هم سازماندهی بکنه. به هر حال تلاش هایی بوده، نمیگم تلاش هایی نبوده، کمک های مالی انجام شده توسط این نهادهای خیلی، اما انقدر این کمک ها اندک بوده که اصلا قابل در واقع قدم اول سازماندهی آماری بچه هاست. به طور مشخص دارم در رابطه فعالین در خطر ساکن ترکیه حرف میزنم، چون ما چند ده هزار پناهجوی ایرانی داریم که یه تعداد محدودی از این افراد واقعا دارن علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و فعالیت اونها در واقع اونها رو متوجه خطر میکنه در ترکیه. این افراد باید در وهله اول نظر آمونی سازماندهی بشن، بعد از اینکه اینا شناسایی شدن، سازماندهی شدن توسط یک نهاد قابل اعتماد، یعنی خیلی واضح دارم میگم نهادی که با جمهوری اسلامی در ارتباط نباشه و اطلاعات این بچه‌ها رو در اختیار جمهوری اسلامی نذاره، نهاد قابل اعتمادی که بچه‌ها بتونن پروفایل هاشون و سی وی هاشون رو ارسال کنن، در اونجا سازماندهی بشن و پس از اینکه احراز هویت شدن، مثلا آقای عبدالله بزرگزاده که هفته پیش به عنوان فعال بلوچ دستگیر شد در آستانه دیپورت ایران قرار داره، این فرد تو ایران 11 سال حکم زندان داره، این فرد باید پیش از این شناسایی میشد، باید پروفایل براش تشکیل میشد، باید ما اصلا میدونستیم همچین فردی در ترکیه وجود داره. چرا باید ما بعد از دستگیری این فرد متوجه بشیم که اصلا همچین فردی ترکیه داره زندگی؟ پیش از این باید با این فرد آشنا میشد. به نظر من ضعف فعالیت و ضعف مسئولیت پذیری نهادهای حقوق بشریه که خودشون رو کنار کشیدن
و متاسفانه ما رو به شرایط دشوار و خطرناک روبرو کرد. با تشکر بسیار زیاد از شما میرحیدری که در برنامه امروز رو در رو ما با شما بودیم. شب روز. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار کارگردان فنی برنامه رو در رو حامد جمالی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو داریم. شب روزتون خوش.